حرف زیاده تو این بحث‌های فرهنگی. کاری نشده. من خواهم بدونم صدا سیمای محترم ما چی داره میسازه امروز؟ چه سریالی میسازه؟ چه مستندی میسازه برای این بچه؟ آموزش پرورش ما چی کار داره میکنه؟ این همه ابزار به خدا قسم همه این مدد کرونا همه یه گوشی هم دیگه درست که سامانه شادم توش بود. کاری داره اصلا شما یه کاری کنین که اصلا کل مقوله درس خوندن تصویری بشه؟ هیچ کاری نداره الان. یعنی چی؟ یعنی هر درسی رو که خواست بخونه کلیپش موجود باشه، اون درس تاریخی رو میخواد بدون آقا فلان قصه چی بود؟ مستند شما بکن. شما چجوری هنوز کیانو یادتون مونده؟ من که تصویر دیدید یه تا آخر عمرتون هم یادتون. اما بار بگو آقا نم فلان خدمت شما عرض بکنم پادشاه فلان سلسله کی بود؟ چه میدونم بعد از 45 سال ما تازه میخوایم سلمان فارسی که اصلا بابا دار و ندارم اون مدیون حضرت سلمانه ما بسازیم. مولانا همونو کسای دیگه دارن میسازن، ترکیه هم دارن میسازن، اروپایی هم دارن میسازن، جسارتن هم مولانا دارن همجنس بازشون میدن. این ارادتی که به شمس تبریزی داشتن میگفتن اینا استغفرالله همجنس باز بیا یه الگو بچه تو افرده تو مولانا بود. ای شیطان آقا ما زمان مدرسه همون این بود این حرفای عاشقانه که همه معلم‌ها ادب بود این یعنی خدا یه خیلی خدا نیست دیگه دست یارو گرفته داره میبره. نه این باده بهشتیه شراب همین هم بوده ها. فکر بد نکنید اینا نامه بزرگی بودن. بله خب هیچ کس جای اهل بیتو که نمیگیره، هیچ کس اصلا توهمه کسی رو شما نزدیک اهل بیت ببینید توهمه هیچ کس اصلا. سالهای نوری فاصله دارن آدم ها، انبیاء الهی فاصله دارن با اهل بیت، چه رسه به افراد دیگه. اما اینها مولانا در اشعارش چی داره میگه؟ نگاه میکنی کل همین روایت ها و آیات و این هاست. بله خطا داره و معلومه داره، من معصومه، من مثنوی قرآنه. اما خب اومده اصول دین رو فهم کرده، اومده به شعر، به زبان، یعنی به مدیوم زمان مردم که میفهمیدن. یعنی امروز اگه مولانا بود یه انیمیشن ساز بود، یه مستند ساز بود، این درک وجود نداره، این نمیفهمه. میگه مدیوم ما نیست. کیو مدیوم ما نیست؟ یه مختار ساخته 15 سال ملت بدبخت دارن نگاه میکنن دیگه چیکار کنن؟ بیعتی که مردم ایران بعد 1400 سال با مختار کردن و جومونگ البته کی انجام دادن؟